سلام خوش اومدین امروز میخوام خیلی سریع یک مثال حل بکنم از اون چیزی که جلسه قبل یاد گرفتیم یعنی نیروی وارد بر جریان در میدان مغناطیسی تا ببینید که خیلی همین موضوع موضوع ساده هست و مثالی که میخوام حل بکنم تمرین هفتم فصل چهارم کتاب درسی هست یعنی فصل چهارم کتاب فیزیکسه که مبحث مغناطیس هست سوال همینه سوال میگه ما یک میدان مغناطیسی در صفحه داریم به این شکل و من مطمئنم که الان میدونید که این ضرب درها به این معنیه که میدان مغناطیسی به سمت داخل صفحه هست یعنی از صورت شما به سمت صفحه کامپیوتر یا تلویزیونی که دارید میبینید و به ما گفته که یک میله که از اون یک جریانی داره عبور میکنه به این شکل یعنی یک میله دو متر از طول میله در داخل این میدان مغناطیسی قرار گرفته و این میدان مغناطیسی هم خودش نیم تسلا هست و سوال به ما این رو گفته که به این میله در این میدان داره یک نیروی در این راستا وارد میشه یعنی این الان F هست نیرو و به ما گفته که نیرو اندازش هست یک نیوتون خب اینها اطلاعات مسئله است پس یک میدان مغناطیسی یک میله به طول یک متر که داره ازش یک جریان عبور میکنه و یک نیروی به سمت پایین که داره به این میله وارد میشه سوالی که از ما پرسیده اینه که اولا جهت جریان رو پیدا بکنیم جهت جریان و ثانیا اندازه جریان رو از ما خواسته که پیدا بکنیم بریم سراغ حل مسئله ببینید ما یک فرمول خیلی طلایی داریم برای نیروی وارد بر یک میله که ازش جریان میگذره در میدان مغناطیسی و این فرمول هست اندازه جریان ضرب در ضرب خارجی طولی که در اون میدان قرار داره در میدان مغناطیسی که جهت این همیشه جهت جریان هست یعنی جهت جابجایی جهت ال جهت جریان رو به ما نشون میده بنابراین نیرویی که وارد میشه جهتش همواره در جهت ضرب خارجی جریان و میدان مقناطیسی هست پس بنابراین جهت نیرو من میدونم که برابر هست با جهت ضرب خارجی جریان یعنی در حقیقت جابجایی ال و میدان خب یعنی ما میخوایم ببینیم که یک بار مثبت که در این, میل مد... در این میله جابجا میشه داره در کدوم سمت جابجا جا میشه که جهت جریان رو پیدا بکنیم خب ما طبق قانون دست راست میدونستیم که اگر شست ما L رو نشون بده یعنی جهت جریان رو نشون بده و انگشت اشاره ما میدان مغناطیسی رو نشون بده در این صورت اگر انگشت وسط رو شما به شکل عمود گرفته باشید انگشت وسط بلندتره انگشت وسط شما جهت نیرو رو نشون خواهد داد و شما الان بیاید مهندسی معکوس بکنید این کار رو به چه معنی به این معنی که انگشت وسط شما الان باید نیرو رو نشون بده خب پس انگشتتون رو به همون شکل قانون دست راست بگیرید به نحوی که انگشت وسطتون داره نیرو رو نشون میده و بعد انگشت اشارتون به سمت داخل صفحه یعنی از صورت خودتون رفته به سمت صفحه انگوش وسطتون به سمت پایینه در این صورت من مطمئنم که همه شما فهمیدید که الان شست شما به سمت آفرین چپ هست بنابراین جریان ما باید به سمت چپ باشه برای اینکه نیروی به سمت پایین به این میله وارد بشه در این میدان خب خیلی هم خوب پس ما الان جهت نیرو رو تونستیم جهت جریان رو تونستیم پیدا بکنیم اندازه جریان دیگه خیلی برای ما ساده است چون ما میدونیم که نیرو اندازش مساوی میشه با اندازه جریان ضرب در اندازه جابجایی یعنی اندازه اون قطعه ای از سیم که در مدار وجود داره یعنی ال ضرب در اندازه میدان ضرب در سینوس تتا که تتا زاویه بین این دوتاست که داریم ضرب خارجیشون میکنیم یعنی ال و ای زاویه بین این دوتا که خب در این شکل شما این رو میدونید دیگه چون الان میدان من میدانی هست عموده بر صفحه کاغذ یا صفحه لپتاپ یا صفحه تلویزیون و این میله درون اون صفحه هست و این میدان به همه یعنی به این میله به صورت مشخصی عموده حتی اگر میله من این شکلی هم بود در یک چنین میدانی باز هم میدان به این میله عمود بود در حقیقت من میلم به کل این صفحه دوبادیی که من الان دارم میبینم عمود هست و داخل شده و رفته بنابراین به تک تک خطوطی که من در اون صفحه رسم میکنم عموده این یک بحث هندسه تحلیلی هست و بنابراین میدان عموده به میله من به صورت کاملا تستی من هیچ علاقه ای ندارم تستی درس بدم اما به صورت میتونم بگم کمکی همیشه یادتون باشه که اگر ما یک میدان این شکلی یا این شکلی یا کلن هر پدیده ای داشتیم که داخل صفحه می رفت یا از صفحه خارج می شد در این صورت اینها به همه خطوطی که در اون صفحه وجود دارن به همه بردارهای اون صفحه عمودن و بنابراین سینوس تتا میشه یک چون تتا 90 درجه است و بنابراین اندازه آی مساوی میشه با اندازه اف تقسیم بر اندازه ال ضرب در اندازه میدان که دیگه این خیلی راحته چون اندازه اف رو میدونم هست یک ال هست دو و بی هم هست نیم تسلا و بنابراین اینها با هم ساده میشن و جریان من باید یک آمپر باشه خب خیلی هم خوب پس من اندازه جریان و جهت جریان هر دو رو تونستم حساب بکنم من میخوام خیلی سریع دو نکته ای که از این سوالیات گرفتیم و مرور کنم اولا برای پیدا کردن جهت‌ها، حالا چه جهت میدان چه جهت نیرو و چه جهت جریان از قانون دست راست استفاده کنید به نحوی که شستتون باید جهت جریان رو نشون بده یعنی در حقیقت جهتی که بارها دارن در اون قطعه سیم جابجا جا میشن انگشت اشارتون میدان رو نشون بده و در این صورت انگشت وسطتون نیرو رو نشون خواهد داد و این ستا هر کدوم رو شما میتونید با داشتن دوتایی دیگه جهتش رو به دست بیارید و نکته دوم این نکته اول نکته دوم هم این که وقتی که یک میدان عمود بر صفحه هست یعنی داره میره داخل صفحه یا از صفحه داره خارج میشه این میدان یا این بردار در حقیقت بر همه بردارهایی که درون اون صفحه رسم کنیم ما عمود هستن و دیگه فرقی نداره که این وری باشن یا در جهتهای دیگه در جلسه بعد میبینم خدا خداحافظ